دیروز اشاره کردیم در برنامه‌مون که کشور عراق ورود 29 کالای ایرانی رو، کالای جدید به قول خودشون ولی منظورشون بیشتر ایران بوده، که اکثرا کالاهای خوراکی است، مواد غذایی است، رو ممنوع کرده به کشورش. عراق در ماه‌های اخیر، در هفته‌های اخیر سعی می‌کنه که خودش رو هماهنگ بکنه با کشورهای دیگری که با ایران زاویه دارن. شاید این اقدام هم یکی از این اقدامات یا در این جهت بوده باشه، اما می‌دونیم که یکی از کشورهایی که صادرات مواد غذایی ایران بسیار بالا بوده در یکی دو سال اخیر عراق بوده. این موضوع ببینیم چه تأثیری گذاشته بر تولید کنندگان مواد غذایی در ایران. و همین منظور ما از آقای دکتر غلامرضا عطاران که خودش دارای چند کارخانه تولیدی مواد غذایی است و بزرگترین شبکه بازاریابی شبکه‌ای خاورمیانه را هم اداره میکنه که حدود 1 میلیون عضو داره و کلن توزیع در سراسر کشور و توزیع و یا صادرات در کشورهای همسایه هم یکی از کارهایی است که شرکت ایشون داره انجام میده. دعوت کردیم ازشون در همین مورد صحبت بکنیم. این را اضافه بکنم که ایشون رئیس کمیسیون فنی اتحادیه فضای مجازی هستند که همون کسب و کارهای اینترنتی باشند. آقای دکتر عطاران خیلی خوش آمدید. میخوام اول سوال از شما رو اینو بخواید که شما چند کارخانه تولیدی مواد غذایی دارید؟ 4 تاش من خبر دارم، حالا انشالله بیشتر و بیشتر میشه. تو موارد متعددی از مواد غذایی شما فعال هستید و این شبکه توزیعتون که بی‌نظیر در ایران یا این که قوی‌ترین هست هم داره مرتبا روی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی کار میکنید. این تصمیم عراق برای شما و برای دیگر صادرکنندگان مواد غذایی چه تأثیر داشته؟ با سلام خدمت جناب علی و بینندگان عزیزتون، میخوام عرض کنم نه هیچ تأثیری روی ما نخواهد داشت. به هر حال ببینید، تولید محصولات کشاورزی هر کشور بستگی به نوع، با توجه به آب و هوایی که در اون کشور هست، سرما و گرمایی که وجود داره، شاید در بعضی از سالها یه سری محصولاتشون تولیدشون خوب بشه، نیاز به وارداتش نداشته باشن. تا ما هم همینجور هستیم. یک سری از سالها سیل بیاد، آفت بیاد، محصولات کشاورزیشون نابود بشه، درخواست واردات از کشورهای دیگه داشته باشن. با توجه به افزایش جمعیتی که ما داریم و کشورهای دور و برمون وجود دارن، حالا عراق از مانگیر کشورهای دیگه هستن میگیرن و ما هم به عنوان شرکت بازاریابی شبکه‌ای، هر ایرانی که هر جای دنیا باشد خودش خریدار کالای ما و مبلغی هست برای کالای ایرانی، هیچ نگرانی خب برای ما، برای محصولات شما هست. دیگرانی که امکانات شما رو ندارن، این روی اونا تأثیر نداره؟ نه، یا شما به اونا کمک میکنید؟ هم ما میتونیم به اونا کمک کنیم و هم هیچ تأثیری برای بازارهای جدیدی که در منطقه وجود دارد. ما کشورهای عضو اوراسیا داریم، خوشبختانه ما به جمع کشورهای اوراسیا پیوستیم. اون 5 کشور بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان که وجود داشتن، یه پیمانی با ایران بستن که ما هم جزء کشورهای اوراسیا شدیم. یعنی 6 تا بازار جدید برای ما باز شده و متقاضی تمام کالای ما هستن. یه لیست 400-500 قلمی هست که ما میتوانیم کالای اون کشورها با حداقل گمرک صادر کنیم. بله، اون وقت خرما چیز؟ خرما یکی از کالایی است که عراق برای همیشه ممنوع کرده، نه الان ممنوع کرده، هیچ وقت واردات خرما در عراق آزاد نبود و نیست. ما میدونیم که 3009 خرما داریم ما و خرما حالا همین 3009 حالا از هر چقدرش عراق داشته باشه. یک اتفاق دیگری هم افتاده، شما یکی از کارخانه‌های جدیدتون دریدن شروع به کار کرده که پس از مصر هست. یک کارخونه هست، یک خرمابار، خرمایی شما در تولید میکنید تحت عنوان خرمابار. این خرمابار دیگه عراق فکر میکنم برای واردات این نیاز داشته باشه، برای که چنین چیزی رو نداره غیر از شما و کشور مصر، دیگه هیچ کس اینو تولید نمیکنه. البته این لیستی که اعلام شده توسط کشور عراق، خرما و شیره خرما هست. بله، طبیعی هم هست. ما جز به دومین کشور تولید کننده بزرگ خرما در دنیا هستیم. ما همینجور که فرمایش دادید،
عراق بعد از ما هست. بله. اول مصر هست، بعد ما هستیم، بعد عراق هست. عراق بسیار از نخلاش تو این جنگ از بین رفت و بندوز خودش داره، اما برای صادرات دیگر ندارد. اینا همجور که فرمایش کرد 3000 نوع واریتی خرما وجود داره که 400 نوع اون توی ایران هسته. 400. حالا اتفاقی که افتاده، خرما به دلیل اینکه یکی از میوه هایی هست که 7 میوه ای هست که در قرآن نام برده شده و خیلی مقدس هم هسته، ارزشمند هم هسته، سابقه کاشت درخت خرما به دوره دوم زمین شناسی میرسه. بله. و سابقه مصرفش به 6000 سال قبل از میلاد که به خواصش پی بردن و استفاده کردن. خوشبختانه ما الان دوم کشور صادر کننده خرما هستیم. یه مشکلی که برای خرماها وجود داره اینه طوفان‌های شنی که بعضن در کشورهای خلیج فارس میشنوید که عربستان، ایران، مصر، خود عراق طوفان‌هایی که میاد، این طوفان‌ها با سرعت 60 کیلومتر تا 70 کیلومتر در ساعت در فصل خرما پزون هستن که بلند میشن طوفان‌ها و ذرات ریزدانه‌ش به داخل خرما نفوذ پیدا میکنه. این که باید سعی کنیم که خرمای به صورت اصولی ما استفاده کنیم. ما کارخونه احداث کردیم که این خرماهای میگیرن، وقتی که خرمای خاصه خرمای میگیرن میگن تو کارخونه شستشو میدن، بعد از زیر تونل دستگاهی رد میشه که تمام اون میکروباش کشته میشه، هستگیری میشه، پوستگیری میشه و به صورت شکلات، یه بسته‌بندی شکلات که بهش میگن خرما باد. خوشبختانه ما دومی کشوری هستیم بعد از مصر به تکنولوژی دست پیدا کردیم و الان خرماهای ما بسته‌بندی میشه، 18 ماه تاریخ مصرف داره و 100% طبیعی است بدون هر گونه افزودنی مواد شیمیایی. یعنی یکی از کالاهای صادراتی ما اضافه شده در کنار زعفران، خاویار و اینجا چیزا، چون ما دومی تولید کننده هستیم و یعنی تولیدات زیادی داریم با این تکنولوژی جدید. در واقع یک رقیب داریم، اونم مصر، اما بازار سراسر جهان در اختیار ماست. خیلی متشکرم آقای دکتر عطاران. باز هم از شما دعوت خواهیم کرد برای مسائل دیگر مواد غذایی و تولیدات مواد غذایی در ایران. سپاسگزارم از شما. خواهیم ایران جزو 7 تولید کننده بزرگ سیمان در جهان هست. یادمون اگر باشه سالهای نه چندان دور ایران همیشه مشکل سیمان داشته و الان خوشبختانه جزو 7 تولید کننده بزرگ دنیاست و به خیلی از کشورها، از کشورهای بزرگ تا کشورهای کوچک، هندوستان، روسیه، چین تا قطر، تا ارمنستان، تا ترکمنستان، همه اینجاها تا بنگلادش سیمان صادر میکنه. بیشترین سیمانی که صادر میشه به عراق هست، بیش از نزدیک 25 میلیون دلار سیمان از ایران خریده. این رو سخنگوی گمرک آقای سید روح الله لطیفی گفته. ردیف رده اول را در عراق، بعد از عراق کویت هست که 23.5 میلیون دلار از ایران سیمان خریده و مقام سوم رو افغانستان داره، بیش از 19.5 میلیون دلار سیمان از ایران خریده. خیلی آمار خوبی است برای صادرات، امیدواریم این صادرات قطع نشه در این وضعیت فعلی. اما بورس تهران امروز روز پرنوسانی داشته. شاخص بالا می رفت و پایین می اومد، پایین می رفت و بالا می اومد. مرتب این اتفاق چند بار امروز تکرار شد تا سرانجام به هنگام تعطیل شدن بورس با 4590 واحد کاهش به کار خودش پایان داده بورس. غیر از شاخص کل بورس که پایین آمده، قیمت دلار هم پایین آمد، 26500 تومان و قیمت یورو هم 31770 تومان. قیمت سکه هم اندکی پایین آمد، هر قطعه همون حدود 13 میلیون تومان داره خرید و فروش میشه، اما در کف بازار 12 میلیون و 766 تومان خرید و فروش میشه، قیمت عمده فروشیش هست. هر دیجی گولد طلای 18 عیار هم با اندکی کاهش امروز روبرو بوده، 12109 تومان و 8 ریال قیمت گرفته بود. اما باز آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی امروز
خبر بدی داده، گفته متقاضیان مسکن ملی اگر تا پس فردا پول رو واریز نکنن حذف میشن و کسان دیگر جایگزین اونا میشن. 40 میلیون تومان باید بعضی از این خانواده ها که میگوین 90% از ثبت نام کنندگان هستن پول بکنن. امیدواریم آقای محمودزاده به این موضوع فکر بکنه یا مسئولان دیگر فکر بکنن و تمدید بکنن زمان رو. فشار اقتصادی به مردم فشار آورده، دزدی ها و سرقت ها بالا رفته، طوری فشار آورده که کابل های فشار قوی در بسیاری از جاده ها مورد سرقت قرار میگیره و با موجب خاموشی جاده ها میشه. این هم یک کاریست و قراره که کف بندرگاه کیش لایروبی بشه. از محل این لایروبی قرار یک جزیره جدید احداث بشه. اینم کار خوبی است. در کنار جزیره کیش یک جزیره مصنوعی دیگر ساخته میشه که خیلی میتونه براش جاذبه توریستی داشته باشه. اما در جهان 6 سناتور آمریکایی که تام کاتن و تد کروز هم در میان آنها هستند، نامه‌ای به دونالد ترامپ نوشتند و گفتند باید دسترسی ایران به نظام مالی جهانی به طور کامل قطع بشه. گفتند که هنوز 14 بانک ایرانی آزاد و به شبکه سویفت وصل هستند که باید در لیست تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند. در صورت آمریکا قصد کوتاه آمدن را نداره و مرتباً داره فشار رو بیشتر میکنه. سفارت ارمنستان هم در اسرائیل به طور رسمی در تل‌آویو افتتاح شده و مذاکرات آمریکا و قطر برای فروش 26 میلیارد دلار سلاح آمریکایی به قطر داره انجام میگیره و این معامله خوبی است برای آقای ترامپ در آستانه انتخابات. دوستی امارات و اسرائیل به جایی رسیده دیگه خیلی پسر خاله شدن، خیلی دوست شدن با هم دیگه. دیگه پیام توییتری رو وزیر خارجه امارات به زبان عبری به همتای خودش میده و ناو هواپیمابر USS نیمیتس وارد خلیج فارس شده. این آمده شده اگرچه عادی هست اما الان زمان غیر عادی است. به دنبال تیتری که ما زده بودیم که یک ژنرال دارد میآید، امروز علی مطهری نماینده سابق مجلس گفته تشکیل حکومت نظامیان نه فقط به صلاح کشور نیست بلکه شبیه کشور ترکیه قبل از تحولات آن خواهد بود. آقای علی مطهری این اشتباه رو میکنه که این ژنرال نمیخواد با کودتا بیاد، این ژنرال میخواد با انتخابات بیاد و فرق میکنه با ژنرالی که در ترکیه کودتا کرده اومده. در هر صورت این موضوع داره کم کم جدی میشه. در پایان اشاره بکنم به یادداشت حمیدرضا فتحی سقزچی. ایشون یک یادداشت نوشتن تحت عنوان اعتراف دیرهنگام مصباحی مقدم. گویی آقای مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود دیگر نمیتوان اینگونه کشور را اداره کرد. با دست فرمانی که کشور طی این 30 و چند سال بعد از دفاع مقدس اداره شده است، نمیشود از این به بعد هم کشور را اداره کرد. طی این سالها ما همواره تورم دو رقمی داشتیم، همواره دچار کسری بودجه های بزرگ بودیم و همواره بیکاری دو رقمی داشتیم. علاوه بر این مسائل اتفاق دیگری که رخ داده است افزایش شکاف ثروت و فقر است. نویسنده یادداشت نوشته سخنان آقای مصباحی مقدم اعترافی دیرهنگام هست و نوشته اقرار وی به مسیری اشتباه که کشور طی در 30 و چند سال گذشته پیموده است از آن جهت مهم است که اکنون تقریبا همه مسئولان کشور از وضعیت موجود ناخرسند و شاکی اند. اما آقای حمیدرضا فتحی سقزچی یادداشت خودش رو با این پیشنهاد به این آقای حجت الاسلام به پایان رسونده. گفته، نوشته است البته، به حجت الاسلام مصباحی مقدم پیشنهاد میکنم با توجه به قوانین کشور که 60 سالگی را سن بازنشستگی قرار داده است،
برنامه راهبردی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند تا بر اساس آن کلیه مسئولان سیاسی، اداری، قضایی و اجرایی کشور با داشتن 60 سال سن به خانه بروند.